دادگاهی در ترکیه پس از 2 سال بررسی پرونده طرح سرنگونی دولت اسلامگرای رجب طیب اردوغان تا ساعتی دیگر رأی خود را صادر می کند. وکلای مدافع این پرونده که در آن 365 متهم وابسته به ارتش وجود دارد، روز گذشته در حومه شهر استانبول آخرین دفاعیات خود را به دادگاه ارائه کردند. اتهام این شمار از نظامیان ارتش ترکیه برنامه ریزی برای کودتاست. از ستین دوغان، یکی از افسران ارشد پیشین ارتش، به عنوان مغز متفکر این طرح یاد می شود. دادستانی ترکیه خواستار در نظر گرفته شدن 15 تا 20 سال زندان برای هر یک از متهمان شده است. وکلای پرونده می گویند که این نظامیان در سال 2003 میلادی تنها قصد برگزاری رزمایش داشتند. هیئت 3 نفره قضات این دادگاه روز پنجشنبه نتوانستند رأی خود را صادر کنند و اعلام نتیجه بررسی‌های خود را 1 روز به تعویق انداختند. بیش از 100 تن از مخالفان دولت اسلامگرا با در دست داشتن پرچم ملی و تصاویر کمال پاشا آتاتورک در برابر دادگاه تجمع کردند.